Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien et bienvenue à votre chaîne French Vite Updated. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. بسیار بسیار مهم هست این ویدیو. 10 تا از اشتباهات رایج در زبان فرانسه که توسط زبان آموزا حتی در سطوح بالا متاسفانه انجام میشه یا تکرار میشه. اگر این ویدیو تا انتها تماشا بفرمایید در کانال یوتیوب من حتما دیگه این اشتباهات رو تکرار نخواهید کرد و جایگزین درست این عبارات و جملات رو یاد خواهید گرفت. خب اشتباه اولی که در واقع من دیدم خیلی انجام میدم استفاده از فعل دو ضمیره سو قبله هستش. سو قبله معنی به خاطر آوردن چیزی است. مثلا اگه من میخوام بگم که من اون روز رو یادم میاد، بعضی به اشتباه میگن je me rappelle de ce jour là. Je me rappelle de ce jour là. اشتباه این جمله اینه که شما بعد از سو قبله یا مقبله نباید حرف اضافه دو بیارید، چون که سو قبله کیکوشوزه، اما شما اون رو با فعل سوسودونیر دو اشتباه میکنید. مترادف سو قبله میشه سوسودونیر. حتا سوسودونیر و اگه اصطلاح کنید حتما حرف اضافه دو رو داریم. بنابراین به جایی که من بگم جو مقبل دو سو جغلا، یا باید بگم جو مقبل سو جغلا، یعنی من اون روز رو یادم میاد، یا je me souviens de ce jour-là. پس اگر با سو سودونیر بخوام بگم یه دو حتما باید بگذارم. آیا نکته هم در مورد سو جور لا بگم؟ سو جور خالی یعنی این روز. اگه بخوام بگم اون روز، یه دون لا به آخرش اضافه کنم میشه اون روز. پس je me rappelle ce jour-là. خب بریم سراغ اشتباه شماره دو. je vais visiter mon frère. جو ویزیته مون فرم، میخوام بگم که من خواهم برم به برادرم سر بزنم، برادرمو ببینم. بعضیا فعل ویزیته رو اشتباه استفاده، ویزیته در مورد اشخاص نیست، ویزیته در مورد مکان ها هست. مثلا ویزیته ان لیو داریم ما، ویزیته ان مونومان داریم، ویزیته ان پی داریم یعنی یک کشور، یا ویزیته ان ویل یعنی بازدید کردن یا دیدن یک شهر. در مورد اشخاص بعد بگیم خواهم ویزیته آکل کرد. بنابراین جمله بالا رو باید بگم که je vais rendre visite à mon frère. je vais rendre visite à mon frère. حالا به جای frère شما هر چیز دیگه ای رو میتونید بگذارید. در حال فعل visite رو نباید استفاده کنم. فعل visite در مورد مکان ها هست که این بغل من همه رو نوشتم. پس یا من میتونم بگم je vais rendre visite à mon frère یا je vais voir mon frère. ای خیلی راحت بخوام میگم اصلا از فعل ویزیت یا ویزیت استفاده نکنم، از فعل voir استفاده میکنم. je vais voir mon frère، میرم برادرمو ببینم، یا je vais rendre visite à mon frère. خب اشتباه شماره یه سوم، je peux demander une question. آیا میتونم یک سوال بپرسم؟ اشتباه بزرگی بچه ها، بعد از دومانده اصلا کلمه question شما نباید استفاده کنید، چون خود دومانده به تنهایی یعنی سوال پرسیدن. فکر کنید که شما دارید میگی آیا من میتونم سوال بپرسم؟ خیلی خیلی بی‌معنی میشه. به جای دمانده شما باید از فعل پوزه استفاده کنید، یعنی باید بگید که je peux poser une question. je peux poser une question. دمانده به تنهایی میاد خودش یعنی سوال پرسیدن، اما پوزه این question یعنی اگه کلمه یک question رو بخواید استفاده کنید فقط باید با فعل پوزه استفاده. پس پوزه این question اما دمانده خالی. پس je peux poser une question. اشتباه شماره چهار، جوه او دکتر. جوه او دکتر اشتباهی که هست، میگن من میخوام برم دکتر یا پیش دکتر، نباید از علی ا استفاده کنید. در کنید علی ا، حالا یا به شکل علی او هست، یا علی اله هست، یا علی ایویکس هست. خب با توجه به اینکه اسمای بعدیش حالا مذکر مؤنث یا جمع، در مورد مکان میکنم مکانهایی که این انیمه هستن، یعنی مکانهایی که جاندار نیستن. پس به جای ژه و دکتر باید بگم ژه و شه لو دکتر، یعنی از هر اضافه شه باید استفاده کنم. ژه و شه لو دکتر یعنی من میرم پیش دکتر. اما با ال ا مثلا میتونم میگم ژه و ال بانک، یعنی مؤنث میشه ال، میرم بانک. ژه و موزه، موزه مذکر، پس میگم ژه و موزه. اتازونی یعنی ایالات متحده آمریکا، چون یک کشوری که جمع هست میگم جو به او زت از اونی. پس اگر ما میگم چه دکتر، جو به شل دکتر. شماره 5،
ژه بوکو ده زمین هم بارها تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، ژه بوکو ده زمین غلطه. شما بعد از بوکو دو تا حالت دارید، یا باید دو بذارید، یا یک کلمه بعد از اون با وای شروع میشه مثل اینجا امی، فقط ده آپوستروف میذارید. پس بعد بگم ژه بوکو دمین. چرا؟ به خاطر اینکه بوکو یک کلمه هستش که کمیت یا مقدار رو نشون میده. هر کلمه‌ای که مقدار یا تعداد رو نشون بده فقط هم بوکو نیست، میتونه امپو باشه، میتونه خیلی کلمات دیگه باشه که در واقع تو اون ویدیو براتون توضیح دادم. پس ژه بوکو ده زمین، بعد از بوکو همیشه ما یا دوی خالی داریم یا ده آپوستروف. کاری ندارم کلمه بعدش جمع میاد، مفرد میاد، مذکر میاد یا مؤنث. ژه بوکو ده مین. اشتباه شماره ششم، اشتباه شماره شش، سوو کیادیسا. این شمایی که اینو گفتید، شما اینو گفتید سوو کیادیسا. اشتباهش اینجا اینه که شما وقتی از ضمیر وو که تونیک هست اینجا، یعنی همون ضمیر تاکید استفاده می‌کنید، اگر وو باشه باید از ضمیر اره، از فعل اره استفاده کنید. یعنی باید بگم که سوو کی اره دیسا، سوو کی اره دیسا. در مورد مو هم همچنین، اگه بخوام میگم سه موا، مثلا میخوام بگم که این منم که این آپارتمان پیدا کردم، میگم سه موا کیه تووه سه دپارتمان. چرا ایشو؟ به خاطر اینکه فعل ضمیر موا، یعنی اول شخص مفرد، اگه عواقب رو صرف کنیم میگیم ژه دیگه، ژه توا ایلا موزوان بوزوه اینسون ایزون. پس سه موا کیه تووه، سه بو کیاوه دیسا. اگر با موا باشه پس میشه ا، توا باشه میشه ا، لوی یا ال باشه باز میشه ا که اس نداره البته، اگر با نو باشه اون، وو اوه، او و ال اون که با این ستای آخر حتما یوزون داریم، نو زبان وو زبه اوزون الزون. اشتباه شماره هفتم، لو دیمانش پروشان ژوری دز انویته. لو دیمانش پروشان ژوری دز انویته. خب دیمانش که یعنی یک شنبه، که یک روز تعطیل است، خوشم یعنی بعدی. من اینجا میخواستم بگم که یک شنبه بعد، یک شنبه هفته بعد من مهمون خواهم داشت. حالا چون خوشم آوردیم فعلش رو من آینده ساده بودم دیگه، ژوغه یعنی خواهم داشت. یک شنبه بعد من مهمون دارم. اشتباه این جمله چیه؟ اشتباه این جمله که شما قبل از اسامی هفته نباید دو استفاده کنید. پس چی باید بگم؟ باید بگم دیمانش خوشم ژوغه بندیده، یعنی لو رو حذف کن، درستش میشه دیمانش پوشان، دیمانش پوشان ژوره د زامبیته. حالا اگر شما بخواید قبل از اسامی هفته احتیق بذارید که فقط هم لو هست، چون اسامی هفته کلا مذکر هم مفرد همیشه لو داریم، حتی اگر بخواید استفاده کنید این دیگه به چه معنا؟ به معنی هر هست، یعنی هر یک شنبه. مثلا هر یک شنبه من تا زور میخوابم جده آجوسکر میدی مثلا لودیم. پس هر وقت شما لو رو قبل از اسامی هفته گذاشتین یعنی هر، مثلا هر شنبه، هر یک شنبه، هر جمعه. اما فقط میخوام بگیم که یک جمعه، یک شنبه یا یک شنبه دیگه این لوش رو باید حذف کنیم. دیمانش پوشان ژوره د زانویته. ببینید لندی پوشان دو شنبه آینده، مادی پوشان سه شنبه آینده، مرکودی پوشان چهارشنبه آینده، ژودی پوشان پنجشنبه آینده، وانگودی پوشان جمعه آینده، سنده پوشان شنبه آینده، دیماش پوشان یک شنبه آینده. هم فکر می‌کنید توی کشور اروپایی و آمریکایی در واقع اول روز هفته دوشنبه است، لندی هست. خب اشتباه شماره هشتم، je ne pas faire rien. اشتباه بسیار بسیار خطرناک، در سطح مبتدی هیچ وقت اشتباه رو نکنید. دقت کنید ما rien، برای کلا ما وقتی می‌خوایم یه جمله رو معرفی کنیم یه دونه نو میذاریم، یه دونه پ. این نو که همیشه هست، ثابته. اما این پ میتونه تغییر کنه. پ میتونه قیام باشه، میتونه پرسون باشه، میتونه جمه باشه، میتونه پلو باشه و خیلی کلمات دیگه. اما هیچ وقت با هم دیگه استفاده نمی کنیم. پ و قیام رو با هم استفاده نکنیم. پس نو قیام. در واقع به جای پ ما قیام رو میذاریم. پس چی باید بگم؟ je ne rien fait. Je ne rien fait. به جای je ne pas fait، je ne rien fait. من هیچ کاری نکردم. کلا این rien رو به جای چی بردم؟ به جای پا بردم. پس دیگه نمیتونم هم پا رو بذارم هم rien رو. پس je ne rien fait.
من هیچ کاری نکردم. شماره یه نو پرسون نپاهونیم. پرسون به معنی هیچ کسه. خب یکی از این کلماتی گفتن به جای پرمیار حالا قیان بود، جمعه بود و غیره، یکیش هم پرسونه. دقت کنید پرسون یه حالتی داره که در واقع میتونه اول جمله هم بیاد، یعنی قبل از نو هم قرار بگیره، هم میتونه بعد از نو بیاد هم قبل از نو. اینجا چون نقش فاعل جمله رو داره اومد اول جمله. منتها اشتباه این جمله اینه که شما پرم گذاشتید، یعنی وقتی پرسون میارید دیگه پر نباید بیارید، این پرسون بجای پر نشسته. پس چی باید بگم؟ پرسون نوونو، پرسون نوونو، هیچ کی نیومده، کسی نیومده. پس پرسون فقط نو، اگر پرسون قبل از نو بیاد دیگه پر کلن ازش حذف میکنیم، کلن پرسون با پر اصلا نمیاد. و اشتباه آخرمون توی این ویدیو، مرسی پور مو رپون، حالا چه تو گفتار، چه تو نامه‌نگاری، چه توی محاوراتون، بکن که اگه کسی سوالی پرسید یا ایمیل زدید ازش جواب میکنید، میگه ممنون که به من جواب میدید، نمیگه مرسی پور، مرسی دو، حرف اضافه مرسی حرف اضافه دو هست، مرسی دو مو رپون. یعنی بعد از مرسی اگر شما بخواید فعل بیارید اونم به صورت مصدر زمان حال، یعنی همین رپون خالی، حتما باید فقط حرف اضافه بود. پس مرسی دو مو رپون، ممنون که من جواب میدهید. دقت کنیم ما بعد از حرف اضافه با حرف اضافه دو میتونیم مصدر گذشته هم بیاریم. مصدر گذشته رو من قبلا هم توضیح دادم، یعنی که شما فعلتون یا با avoir صرف میشه یا با être. مثلا رپون با avoir صرف میشه، بنابراین من avoir رو به صورت مصدر میارم، فعل اصلی رو ریشه گذشته شو تقصیر پسر شو. مرسی دو مو رپون. این نکته هم بگم که خیلی مهمه، اگر هنوز طرف جواب نداده به شما و انتظار دارید منتظر که جواب بدید، مرسی دو مو رپون، من نمیشم اگه جواب بدید. اما اگر طرف جواب داده باشه دیگه مصدر گذشته استفاده کنید، ممنون که جواب دادید، خب مرسی دو مو رپون. خب اینم از ده تا اشتباهی که در واقع خیلی مهم هست و خیلی تکرار میشه. من شنیدم حتی تو سطوح بالا من دیدم که اشتباه رو متاسفانه میکنم، امیدوارم که با دیدن این ویدیو دیگه این اشتباهات رو تکرار نکنید. یک رایش هم اینه که اگر شما جملات رو اشتباه دارید میگید، با جملات صحیح انقدر تکرار بکنید، صد بار 200 بار هر شب دست و پاتون انقدر تکرار بکنید، این بره جایگزین اون بشه توی ذهن شما.